یعنی گلوبالیزاسیون جدید میخوام، یعنی بدون هژمونی آمریکا، یعنی خودش میخواد، یعنی میگه ما هم شریکیم دیگه، میگه منم شریک، میگه ماها هم شریکیم، همه با هم جمع شیم، ولی در واقع گلوبالیزاسیون رو قبول داره به شرطی خودش هم شریک باشه، خودش شریک باشه و حتی میگه مثلا آمریکا دیگه دوران مدیریتش، بله بله عقب‌تر وایس، بله همین روسیه پوتین هم درسته که حرکت‌هایی میکنه که ما چالشگران ضد نظام، ما نیروهایی که خواهان استقلال آزادی و عدالت اجتماعی در کشورهای خودمون هستیم، ما باید از این تضادها استفاده بکنیم، مسلمه. من خیلی خوشحالم که پوتین در مقابل آمریکا در جریان اقلا سوریه استادگی کرده، به خاطر اینکه این به نفع مردم ایران تمام میشه، بدون آنکه پوتین اصلا بخواد. پوتین به خاطر منافع امپریالیستی کشورش اومده جلوی آمریکا ایستاده. بله بله دقیقا. آمریکا به سوریه حمله نکرده، یعنی آمریکا تا 2 سال آینده به ایران حمله نمیکنه. بله. این به نفع مردم ایرانه. مردم ایران جنگ نمیخوان. این خوبه. ولی نباید فراموش کرد که روسیه پوتین یا پوتین روسیه اون هم همینو میخواد. یعنی میخواد که گلوبالیزاسیون بره جلو. حرکت سرمایه به همون شکلش بره جلو، منتها نه با مدیریت آمریکا. یعنی اینا هم اگر بیان سر کار با همون منطق حرکت سرمایه میخوان در جهان به حکومت خودشون ادامه بدن، بله. فرمایی خودشون ادامه بدن و ما میبینیم که عموماً هر تا زمانی که گلوبالیزاسیون وجود داره پولاریزاسیون هم وجود خواهد داشت. بله. این پولاریزاسیون هم همون شکاف بین فقر و ثروت بیشتر خواهد. اصلا گلوبالیزاسیون شکاف به وجود میاره، یعنی پولاریزاسیون و گلوبالیزاسیون دو تا خواهر برادرن، اصلا مکمل همن، یکی بدون دیگری نمیتونه وجود داشته باشه. بله. این توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها هم از این ناشی میشه. ببین تا زمانی که این کشورها توسعه پیدا میکنن، ما همیشه توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته خواهیم بود. بله. اینا مکمل همن، در کنار هم لازم مرزوم همن، دو روی یه سکه. اینی که تا زمانی که این گلوبالیزاسیون وجود داره پولاریزاسیون هم وجود خواهد داشت. پس ما چیکار باید بکنیم؟ خب حالا من اینو میخواستم دو سه دقیقه بعد پیدا بکنم که اینو شرح بدم. دقیقا. دقیقا. ما حالا قبول نمیکنیم گلوبالیزاسیون، حرکت سرمایه رو رد میکنیم، چون هر جا که این حرکت سرمایه میره پولاریزاسیون به وجود میاد، یا پولاریزاسیون شکاف بین فقر و ثروت، یا پولاریزاسیون بین مردم اون منطقه، یعنی پولاریزاسیون افقی به وجود میاره. درست. شیعه ها رو به جان سنی ها میاندازه، مسلمانان رو به جان مسیحا، مسیحا رو به جان هندوها، هندوها را علیه بودایی ها میکنه، همه سراسر جهان. و این پولاریزاسیون، پس ما چیکار باید؟ من فکر میکنم که راه‌های دیگری وجود داره برای نجات بشریت، و اون هم اینی که ما از محور نظام جدا بشیم، گسست بکنیم. به انگلیسی میگن دیلینکینگ. من میکردم که در زبان فارسی شاید بهترین کلمه سیاسی همون گسست باشه. ما نباید اعلام یعنی پیوند بزنیم. ایران سالهاست که با نظام جهانی سرمایه پیوند خورده، 3 نفعی داشته. پس ما باید از محور نظام جدا بشیم و سیاست داخلی خودمونو در خدمت سیاست خارجی قرار ندیم. برای اینکه حرکت سرمایه از ما یه چیزی میخواد، میگه که شما باید به فرمان ما از فرمان ما اطاعت بکنید. بله. این فرمان چیه؟ فرمان اینی که شما بازارهای خودتونو به روی بازار تجارتی ما باز کنید. بله. خب اگر کسی جلو این بیسته، خب میخوان نابودش بکنن. 100%. حرکت آمریکا در سوریه که میخواست بشار اسد رو سرنگون، دیکتاتوری بشار اسد نیست،
اصلا دقیقاً این نیست که چون ایشون دیکتاتور ما میخوایم بریم سر دقیقاً دموکراسی میخوایم، نه ایشون اینجا و اونجا جلوی حرکت سرمایه در داخل سوریه ایستادگی کرد در مواردی، این در مورد صدام حسین هم صدق میکرد. بله صدام حسین هم این بود و الا که مردم آمریکا که قبلا در حمله صدام حسین به کشور ایران و آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق، آیا آمریکا کمک کرد به صدام حسین یا نه؟ همه جهانیان من جمله خود آمریکایی ها حتی اون نویسندگانی که طرفدار نظام جهانی سرمایه به سرکردگی آمریکا هستن اونا هم اذعان میکنن که بله ما کمک کردیم تحریکش کردیم به این جنگ اصلا شعله بزنه و این جنگ رو ببره حمله بکنه به ایران. بله راه بندازه. اینو مدارکشو داریم دیگه. حالا بله. بعد از اون هم که رونالد ریگان دقیقاً کمک کرد و این جریان کنتراها و اینا هم که به وجود اومد، این رسوایی اصلا کنتراها از اونجا ناشی میشد که اینها به هیچ وجه نمیخوان که دموکراسی حقوق بشر بیارن به این کشور. الان عربستان هست. بله. در نتیجه من معتقدم که تنها راه مردم ایران، مردم مصر، مردم ترکیه به عنوان نمونه میگم این کشورها را، چون اطلاعات زیادی راجع به این کشورها داریم و منم مشخصا روی این سه کشور مطالعه کردم، اینی که این سه کشور هم مثل کشورهای آمریکای لاتین کوشش بکنن که از نهادهایی که متعلق به نظام جهانی سرمایه هست مثل صندوق بین‌المللی پول، مثل بانک جهانی، از اینها گسست بکنیم. بله. در حدی که کشور ایران امروز در مقام اول و کشور ترکیه در مقام یا اول یا دوم بهترین حامیان صندوق بین‌المللی پول بودن سال گذشته. بله. در خصوصی سازی اینها مقام اول و دوم داشتن در کل کشورهای به اصطلاح پیرامونی یا کل کشورهای جنوب. بدون یک سرباز آمریکایی حمله بکنی به این کشورها، دیدیم که آقای اردوغان از یک سو، آقای احمدی نژاد از سوی دیگه خصوصی سازی رو در ایران رونق دادن، در ایران و ترکیه هر روز گسترشش دادن، بیشترش دادن، هر گسترشش دادن، رونق دادن، تبلیغ کردن، به نفع خصوصی سازی رفتن جلو و سیاست داخلی ایران را در خدمت سیاست خارجی ایران قرار دادن. درست باید یک کشوری که استقلال میخواد باید درست برعکس این حرکت بکنه. درست علی رغم تمام دشواری هایی که وجود داره، پرپیچ و خم هایی که این مسیر وجود داره، باید یک کشور مستقل سیاست خارجیش در خدمت سیاست داخلیش قرار بگیره. بله. ما در ایران، در کشور مصر، در ترکیه هیچ وقت نبوده، ولی در این کشورها ما نمونه های خوبی داریم که اومدن سیاست داخلی رو در خدمت سیاست خارجی بود جدا کردن، سیاست خارجی رو در خدمت سیاست داخلی قرار دادن. بله. بله. اگر شما به تاریخ 27 ماهه حکومت مصدق برید یه بازنگری بکنید، میبینید که از اون زمان ما دیدیم در ایران میشه سیاست خارجی رو در خدمت سیاست داخلی قرار داد. شما نفت رو بر اساس نیازمندی های مردم ایران باید بفروشید، نه بر اساس نیازمندی های بازار جهانی. دقیقاً. کدوم سال در زمان شاه و در زمان رژیم جمهوری اسلامی این حرکت به وجود اومد؟ همیشه نفت در ایران به فروش رفته و بعضی وقتا هم به حراج رفته، گذاشته شده درست در خدمت بازارهای جهان، نه نیازمندی های مردم ایران. بله در این حالا بعضی ها میگن که چون دولت ایران شب و روز مثلا جلوی آمریکا میسته و به آمریکا
توهین میکنه به آمریکا فوش میده پس مستقله. اصلا دقیقاً تعریف استقلال نیست. بله یه نکته خیلی مهمم جناب پارسا بنابین که کسی که استقلالش رو میخواد به دست بیاره و استقلالش رو به دست میاره با کسی سر جنگ نداره، مگه دولت مصدق با کسی جنگید یا رو در روی کسی ایستاد؟ بله کاملا بحث خصمانه و خشونت بار نبود، همه جا سخن از حق ملی بود. حق ملی ما به عنوان یک ملت دولت این حقوق ماست و ما نمیخواهیم بیشتر از این نفت بفروشیم. آخه اختلاف اساسی دکتر مصدق با افرادی مثل کاشانی، آیت الله کاشانی و مظفر بقایی و حسین مکی، اینا سه تا آدم های بسیار بسیار بزرگی بودن در داخل بعد بسیار سرشناس بودن، فعال بودن. بله بله شما اختلاف اینا که روی اسلام و حضرت علی و امام حسن و امام حسین نبود که آقای کاشانی میخواد اینا را بسازه بگه. اساسا اختلافشون بعد از سی تیر این بود که حالا ما نفت و ملی کردیم، انگلستان رو هم نابود کردیم به قول شما، نه از طریق جنگ ولی از طریق سیاست‌های درست. بله. ملی در ایران. بله. خب حالا با نفت چیکار؟ به مصدق گفت ما با نفت بر طبق نیازمندی‌ها، نیازهای مردم ایران، کارگران و زحمتکشان ایران، مردم ایران، ما این نفت رو با قیمتی که خودمون خواهیم گذاشت میبریم در بازارهای بین‌المللی میفروشیم. بله. خب اینجاست اختلاف به وجود اومد دیگه. آقای کاشانی یا آقای حسین مکی و مظفر بقایی و دیگران همینطور در شاه پیروبر به خاطر همین دیگه. نه بله. اصلا یه چیزی دیگه نبوده. بله اساس همین منافع اینا بود دیگه، اگه نه چیزی دیگه. بله. اینا میخواستن هم خودشون به نون و نوایی برسن و هم این که قدرت‌های جهانی رو صاحب یا آمریکا رو در واقع صاحب جدید. بله. کنن. درسته که مظفر بقایی دانشی داشت، نمیدونم آیت الله کاشانی دانشی داشت، ولی اینا با مغز خودشون نمی اندیشیدن. مطمئنم. امروز تاریخ نشون میده که CIA به عوض اینها می اندیشید. این در مورد سلفیستای کنونی هم صدق میکنه. بله دقیقا. سلفیستا هم توده ها را اینجا و اونجا بسیج میکنن تحت شعارهای کاذب. تمام توده ها را در عراق و لبنان و سوریه میکشن به طرف خودشون، توده های مردم رو میگن. بله. ولی خودشون با مغز خودشون نمی اندیشن. بله. واقعا نهادهای پلیسی بین المللی، پلیسی امنیتی، پلیسی جاسوسی طبق مدارکی که امروز اسنودن میده بیرون برای اینها می اندیشن. بله. نه برعکس، اصلا اینها از اون استقلال طب و اینا برخوردار نیستن که مستقلن باشن، تغییرن باشن، مستقلن باشن. صاحب اندیشه اگر نیستن. اگر کسی به من بگه که دکتر محمد مصدق اینقدر اشتباه کرد، من میگم که خب این اشتباهات از کجا می اومد؟ از استقلال اندیشی بود، مستقل دقیقاً اشتباه هم میکرد. بله. اینا اشتباهاتشون رو از خودشون نمیکنن که. بله. با مرد خودشون نمی اندیشن. در نتیجه امروز میبینیم که در کشوری مثل سوریه حتی نمیتونن یه نماینده انتخاب بکنه از طرف خودشون بفرستن به کنفرانس ژنو. بله. دولت سوریه حاضره، تمام دولت ها میگن بیاییم بشینیم، ولی از این به اصطلاح اپوزیسیون در داخل سوریه خبری نیست. چرا؟ برای اینکه رهبران این اپوزیسیون، یعنی رهبران سلفیستا، نه توده‌های مردم که خودشونو به کشتن میدن، بلکه این رهبران با مغز خودشون نمی‌اندیشن. بله. در نتیجه اختلافاتی که هم بین اوناست انعکاس این جنگ‌های نیابتی که بین تمام این سرمایه‌داران بزرگ با هم به رقابت برخواستن در مورد سوریه، چون موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیک سوریه رو میدونن. در نتیجه ما این جنگ‌های نیابتی رو که می‌بینیم، ما امروز یک کشور شهر کوچیکی رو سلفیست‌های مثلا شماره اول میگیره، بعدن سلفیست‌های شماره دوم میاد اونجا رو از دست یکدیگر میگاپن، دقیقاً به خاطر اینکه با مغز خودشون نمی‌اندیشن.
این در مورد القاعده هم که اونجا نقش بازی میکنه به اسم ISIS میشه Islamic State of Iraq and Syria، داعش، دولت اسلامی عراق و شام. اونا هم با مغز خودشون نمی اندیشن، در واقع نیروهای امنیتی که امروز دیگه برملا شده، قبلا اگر ما این حرف رو میزدیم میگفتید که شما حدس میزنید حداقل، یا اینکه شما به مرض تئوری کانسپیرسی دوچار شدید. بله. ولی امروز دیگه خب مدارکی که اسنودن میده بیرون درودش با دقیقا نشون میده که تمام این سازمان های جاسوسی یا به اصطلاح امنیتی آمریکا همیشون اصلا هدف وظیفه اصلیشون چیه؟ میبینیم که وظیفه اصلیشون اصلا حتی پلیسی و امنیتی هم نیست. بله